حرف لام که حروف دوم الله هست نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانی دهان می شود تکرار شدن این حرکت که در کلمه الله تشدید دارد نیز در تنظیم و ترتیب تنفس تاثیر گذار هست اما حرف ها حرکتی و ششها می دهد و بر دستگاه تنفسی و در نتیجه قلب تاثیر بسیار خوبی دارد و موجب تنظیم زربان قلب می شود خب من شخصا خوش ندارم که از روی خط و از روی کتاب بخوانم به خاطر ازی که هدف از صحبت کردن رساندن پیام هسته مسئله امتحان نیست که انسان لغت پرانی بکنه و با جملات کلمات بازی بکنه منظور یک یک مبلغ و یک کسی که صحبت میکنه رساندن پیام هسته که پیام برسه و دیگر استفاده بکنن خب مدلبه که در اینجا آمده در در, در این مجاله ثبت شده وقتی که انسان الله میگه زبان نوک زبان در بالای دان در در کام میچسبه ای تنفس اکسیژن خوب میتونه در در مغز بره الله 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 که میگه به مرور زمان مغز از از آرامش برخوردار میشه هر قدری که زیاد انسان الله میگه ببینن که قرآن عظیمشان این مطلب 1400 سال پیش مطرح ساخته و ای در قرآن عظیمشان آیه سریع وجود داره خداوند مطال در قرآن عظیم در سوره رد آیت 28 می فرماید الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد الله آرام می گیرد. آگاه باشید با یاد الله دلها آرام می گیرد خداوند متعال در قرآن عظیم شان مطلبه مطلب بیان کرده که کسایی که ایمان دارند به خداوند متعال دلهای از اینا با یاد الله آرامش پیدا می کنه. امی رایش هسته. اگر در صدد آرامش هست کسی و می خواهد آرامش را پیدا بکنه بگویه الله بگویه و ذکر الله بگویه و لا اله الا الله بگویه ببین اگر آرامش برش پیدا نشد امتحان بکنه امتحانش مفت هسته هر کس میتونه امتحان بکنه یک روز دو روز سه روز یک هفته امتحان بکنه اگر نتیجه نداد باز دیگه نکنه در هر قدر غم و در هر قدر مشکلی که انسان فرو رفته و هر نوع مشکلی که هسته ذکر الله بکنه برش آرامش پیدا میشه چون کلام خداوند متعال حق هسته و در هر زمان در هر شرایط میتونه نتیجه بده دوم مطالعه قرآن عظیم خود مطالعه قرآن عظیم بر انسان حرامش میده وقتی قرآن عظیم شان رو چون قرآن عظیم در کل سه بخش هست قصه ها هست احکام هست و نصیحت ها هست پند هست که انسان وقتی که قرآن از این شانه میخوانه و شکل از اشکال مشکلاتی که در طول تاریخ اتفاق افتیده مشکلات از ای با, با اموت یک مشکلات هسته مشابه هسته ای برش قوت قلب میته و جالبی هسته که امروز با وجودی که مسلمان ها به شکل از اشکال مظلوم واقع شدین و دعوت اسلامی بسیار کم هسته مسلمان ها نیرو ندارن قدرت ندارن اما میبینیم که بسیار انسان ها به دین اسلام رجوع میکنن این دلیل, دلیل شیه است دلیل شیه است که خود از اینا وقتی قرآن عظیم شانه با عالم از از پریشانی ها با عالم از غم وقتی به قرآن پناه میبرند، قرآن اک میخونن برشان آرامش میته برشان سکون میته اینا میگن خب بهترین دین می هست ما در 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 پشت آرامش و میگشتیم مفت در در کتاب وجه داره اینا مسلمان میشن کل الحمدلله ها تعدادشان زیاد شده میره روز به روز و این بدون ازی ای که ما کسی را دعوت کرده باشیم ادایت از جانب خدا هسته و هیچ مسلمان در امریکا و قدری که در گذشته ها مسئله دعوت بود امروز دعوت نمیکنن اما در امریکا بیشتر مرد مسلمان میشه در اروپا بیشتر مرد مسلمان میشه خود از اینا وقتی که میرن مطالعه میکنن مسلمان میشن ایره یک نفر اگر آرامش میخواید قرآن بخونه خداوند مطال برش آرامش می سیومی که انسان باید باور داشته باشه که هر عمل دو بودی هسته یکی بود ظاهری داره یکی بود باطنی داره بسیاری چیزا اتفاق میفته ظاهرش بسیار زننده و زشت می باشه خوش یک نفر نمیشه. مثلا یک نفر یک کار رو بکنه اما کار نمیشه یا یک موتر میخواد بخرید نمیتونه موتر خریده پولش مصرف میشه دیگه میشه به بسیار جگرخون میشه ناراحت میشه حکمت زیره خداوند میفهمه ممکن خریدن موتر و خطر داشته باشه موتر بخره کسی را بزنه یا ای که خودش اوگار شود اما این جگرش خون شده باطنش خداوند متعال میفهمه چرا ما ظاهر مسائل همیشه میبینیم خداوند متعال هم ظاهر مطلب میفهمه هم باطنش میفهمه هم گذشته ها را خداوند میفهمه هم آینده ها را خداوند میفهمه بنان انسان وقتی که عقیده پیدا بکنه که هر عمل دو بودی داره دو هست ای جگر خون نمیشه آرامش برش پیدا میشه ایمان پیدا کرده رو بریم این مسئله این آرامش میتن قصه های زیاد هم وجود داره که انسان هایی که جگر خون شده این بعدن تیاره مثلا پرواز کرد نفر از پرواز منده تیاره سقوط کرده این یادم در تیاره نبوده پس متوجه شده اگر ما میبودم حلاک میشدم یا مسئله دیگه قصه های بسیار زیاد در در دنیا ما شنیدیم و, اتفاق میفته و در قرآن عظیم شان قصه یوسف علیه السلام در چا مندازن شه میبینیم که یوسف علیه السلام عزیز مصر میشه و قصه اصحاب کف که اینا از, از پادشاه فرار میکنن در غار دوباره خداوند اینا را در خواب عمیق فرو میبره و میخیزن بهترین انسان ها میباشن و حتی در قرآن از از اینا خداوند متعال یاد میکنه و اینا کسایی هستن که بدون شک از،, از, رحمت خداوند متعال در آخرت هم برخوردار میشن و خبر علیه السلام که موسی علیه که خدر علیه السلام یک جای میشه و اینا وارد از بحث نمیشیم که ظاهرا هر کاری که خدر علیه السلام میکنه ظاهرش خوب نیست اما باطنش خداوند متعال میفهمه بنان یک مؤمن باید عقیده داشته باشه که هر عمل دوبودی هست و متاثر جگرخون نشه چهارم توکل کردن انسان باید توکل داشته باشه هر کار که انسان میکنه اگر توکل داشته باشه بر خداوند متعال توکل بکنه و اعتقادش بر ازی باشه که ما بر خداوند توکل کردم و خداوند متعال قادر مطلق هسته بهترین پناهگاه هسته بهترین جای هسته که ما پناه بردیم هیچ نیروی نیسته که بر ما ضرر برسانه اگر خدا ما را پناه بده این اعتقاد اگر پرش پیدا آرامشش زیاد میشه در قلبش آرامش پیدا میشه سکون برش پیدا میشه بنان انسان همیشه باید به خداوند متعال پناه ببره و بهترین پناهگاه هست پنجم قدر و ارزش نعمت انسان باید بدانه ما شما الحمدلله کل ما جور هستیم چشمای ما میبینه گوش ما کار میکنه وجود ما کار میکنه درد امی فعلا در وجود ما نیست بسیار کسا در شفاخانه ها هستن بسیار کسا بیگنا در زندان ها هستند بیگنا اینا رو در زندان انداختین بسیاری کسا امروز یک یک لقمنان پیدا کرده نمیتونه الحمدلله میوه هست و میوه هست امسال این ای نعمتی هست که خداوند مطال بر ما داده و این نعمت ما قدرش نمیدانیم هر وقت کس پیش ما این نعمت گرفته شد باز انسان قدرش میفهمه بنان چیزایی که ما داریم باید پیش از از پیش ما گرفته شود قدر بدانه و از خداوند شاکر سپاسگزار باشیم مثلا آزادی صحت و غیره و غیره که بسیار زیاد هست یک قصه یادم آمد یک غلام نازدانه بود در 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 دربار در در یک پادشاه مجازی دنیا یک روز این پادشاه سفر میکرد در یک جایی غلام گفت که مرا امرای خود ببر خود زیاد اصرار کردی غلام نازدانه را گرفتن به کشتی امرای خود دریا تو توفانی میشه و امواج کشتی را میزنه هر طرف و بسیار وضعیت خراب میشه و این غلام در داخل کشتی چیغ فریاد میزنه گریان میکنه چیغ میزنه فریاد میزنه حسابی پادشاه را نارام میسازه میگه که میادم آرام بسازین که غیر از که ما دریای توفانی شده مر ناراحت ساخته ای آدم چیغ میزنه دوگام و ناراحتی مر زیاد ساخته خب چی میکنن ای آرام نمیشه یک نفر اونجا شتگی میباشه میگه اگه اجازه باشه من آرامش بسازم میگه بفرمایید این نفر میایه امی کسی که می غلامه چیغ میزنه از می پایایش میگیره دم داخل او میزنه چند دقیقه میگیرش پس میکشش باز میزنه شه میکنه میره دم گوشه کشتی آرام میشینه